فعال انتخاباتی با دیدگاه‌های مختلف و اختلاف نظرهای حالا آشکاری که دارن، همه با هم در زندان اوین جمع میشن بابت فعالیت انتخاباتی در سال 88. در سال 90 این افراد دور هم جمع میشن، همین که میگید انگار این اختلاف ها رو کنار گذاشتن، یک بیانیه ای رو از زندان میدن بیرون در رابطه با دعوت به تحریم جدی انتخابات مجلس نهم که در بهمن ماه 90 قراره برگزار بشه. حتی از عبارت تندی استفاده میکنین که یادآور فتوای تحریم تنباکوه. امضا کنندگان این نامه بخشیشون در نزدیکترین حلقه ها به رهبری اصلاحات، یعنی آقای سید محمد خاتمی هستند و در روز انتخابات آقای محمد خاتمی توی انتخابات شرکت میکنه. اولا میخوام بدونم خبر چطور به شما رسید و احساس و واکنش شما راجع به رأی معروف دماوند آقای خاتمی چی بود؟ خاطره تلخه، ولی اول بگم که این بیانیه چجوری شکل گرفت. خب اولین انتخابات بعد از اون انتخابات بود، خیلی اهمیت داشت. ما زندانی انتخابات بودیم به قول شما و جمع‌بندی این بود که باید تحریم شکل بگیره. به طور مشخص آقای ابوالفضل قدیانی خب این چیز رو داشت، ولی خیلی تو گفتگوهایی که انجام شد در واقع اون کسانی که به قول شما طیف‌های نزدیکتری هم بودن با آقای خاتمی، حالا ما جوان‌ها به صورت شاید رادیکال تر بودیم، همین دیدگاه داشتیم، ولی تو گفتگوها متوجه شدیم که اونا هم همین دیدگاه رادیکال رو شاید یه پله‌ام از ما بالاتر دارن. مثلا موقع آقای میردامادی، آقای عرب سرخی، آقای آقای امینزاده اون مقطع نبود و به سال بچه های نهضت آزادی، عماد بهاور و دوستان ملی مذهبی، این به حال چهرهای اصلاح طلب، به این جمع‌بندی رسیدن که این کار انجام بشه و ما البته در مورد اولش در مورد اون کسایی ما حق داریم که این چیزی از مردم بخوایم، یعنی یک حتی من شدیم به اون کسی که در زندان هستیم، نهایتا این تصمیم گرفته شد و واقعیت اینه که همون دوستانی که اون تندش رو که شما گفتیم که یه عبارتی داشت که هر گونه شرکت در انتخابات، یعنی چه به معنی کاندیدا شدن به عی نحو کان، خلاصه در حکم مقابله با دموکراسی و حقوق بشر و این چیز هست و خلاف منافع ملت در اون روز، و میگم حالا دیگه الان به تاریخشون که پیوسته خیلی از همین بزرگان همین موضع رو داشتن، یعنی شاید واقعا موضعی هم نبود که ما دیگه نمیخواستیم این قدم پر رنگ شد، ولی به حال ما چی میگن کیف میکرد و بعد این منتشر شد بیرون. و البته بعداً یه کم‌لطفی‌هایی هم شد که از آقایون گفته بود که این بیانیه رو بیرون براشون نوشتن، یعنی مساوی کرد از این آقایون اصلاح طلب که موقع بیرون بود. چه کسی این حرف زده؟ آقای عبدی. آره، و خیلی کار بدی بود، یعنی در واقع ما به جمع‌بندی رسیده بودیم، به سختی اینو بیرون داده بودیم، رو کاغذ نوشته بودیم، همه چیز دونه دونه امضا رو چک کردن و دوشون گفت نه اینا از بیرون دادن. و یه کارایی هم کردن، یه بیانیه‌های فیک هم در اینترنت منتشر کردن که اینو به از یه سال. اما روز انتخابات حقیقتش من خب در تلویزیون که سرود حماسه و این چیز هاست ما نگاه میکرد، من یه رادیو داشتم که این در واقع امکان داشتم که رادیوهای خارجی رو بشنوم. اینو بعد از ظهرها می آوردیم بیرون، خب دیگه هوا تاریک می شد، اون موقع هم خب دیگه زمستون بود، زودتر هوا تاریک شد، من داشتم گوش می دادم و یهو دیدم گفت که آره خبرگزاری فارس زده که آره آقای خاتمی اومده رأی داده در
خیلی عجیبه. از تخت آمدم پایین و به عبدالله مومنی گفتم و گفت نه نمیشون. آقای میردامادی رو دیدم، به آقای میردامادی گفتم نه این خبرگزاری فارس حالا داره جعبسازی، من اصلا امکان ندارم چیزی. گفتم بلی آقای میره این دروغی نیست که بشم، بالاخره فیزیکی وجود داره، رفته رأی داده، اگه میشدم یه همچی دروغی بگه. گفت نه این شاید. و بعد دیگه یکی دو ساعت بعدش که دیگه این در واقع تایید شد، دیگه مطمئن شدیم که این چیز رخ داده، بله واقعا خیلی چون حق داشت که این کار انجام بده، ولی خب برای ما خیلی تلخ بود، من فکر می‌کنم برای نزدیکانشون بیشتر تلخ بود. و خب یک مباینت و یک تفرقه کاملی رو نشون میداد دیگه، یعنی که راه ما متفاوته، موضع‌گیری ما متفاوته. و بله اونم یکی از خاطرات تلخ بود. تلخ که میگم به خاطر اینکه فکر نمی‌کردیم همچین چیزی بشه. و حتی در اون انتخابات هم میدونم شاید در تهران طبق آماری که رسمی 26% شرکت کرده بودن و بسیار انتخابات کم فروغی بود دیگه، در واقع ایده تحریم که حالا اون بخش ازش بود رو میشه گفت که مردم استقبال کرده بود. و یک سال و نیم بعد از این ماجرا آقای محمد خاتمی به همراهی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی محور شکل‌گیری یک حالا ائتلاف میشه گفت میشن در انتخابات سال 92 که از دلش کاندیدای شناسنامه‌دار اصلاح طلب به اسم آقای دکتر عارف مجبور به انصراف میشه، آقای حسن روحانی کاندیدا میشه و پیروز انتخابات میشه و طبق اخباری که میاد بیرون خیلی از زندانیان بند 350 اوین در اون انتخابات حداقل در 24 ساعت آخر تصمیمشون رو عوض میکنن راجع به اینکه رأی بدهن و شرکت بکنن در انتخابات. خیلی ها نه، اما این قضایی هم که منجر شد به این داستان جالبه. خب اون انتخابات مجلس بود، یعنی در واقع دوباره همون روند که گفتم ما رسیدیم به انتخابات ریاست جمهوری، متوجه شدیم که باز تحریم فعال نیاز هست، یعنی یه فعالیت لازم هست نسبت به این انتخابات. و خب بیرون هم همین مناسبات شکل گرفته بود، این فکری که بالاخره نمیشه از انتخابات ریاست جمهوری به سادگی عبور کرد، این ایده در جریانات سیاسی شکل گرفت. اونجا ما بحثای متعددی داشتیم، یادم که اون موقع آقای دکتر مدنی اومده بودن زندان دیگه و یه جلسات متعددی داشتیم، ایشون هم خب یه مقدار دیرتر اومده بودن، از بیرون اطلاعات بیشتری داشتن فضا و خب این بحثای جنبش اجتماعی اینا رو با هم دیگه صحبت می‌کردیم. یه جلسات آقای دکتر رجایی بود، آقای قدریانی بود، آقای جلسات متعددی برگزار می‌شد. نهایتا در اون جلسات یک ایده برگزار شد که ایده مطرح شد که خیلی خب حالا شما که گفتین انتخابات شرکت نکنید، حالا اگر انتخابات شرکت کردنش بتونه مسیر تحولات رو تغییر بده چه باید کرد اگه بشه در انتخابات، چون انتخابات ریاست جمهوری مختصاتش متفاوته و این واقعیت قابل انکاری نیست. خب یه ایده مطرح شد که شما که اول اومدین گفتین که انتخابات، حالا بعد بیاین و این چیز رو بردارین. بنابراین یک نامه مفصلی نوشته شد به آقای خاتمی که در اونجا توضیح دادیم که انتخابات به این شکل و به این شکل میشه وارد شد و بحثای عمدهش بحثای در واقع ایده جنبش اجتماعی بود. و در واقع اگر از مثلا ناحیه ما، حالا آقای خاتمی که ظاهرا خیلی برما شد، ولی خبری که منتشر شد بیرون این بود که به صورت این مثلا ما مخالفتی با این حضور در انتخابات نداریم به اون نحوی که بخواد در واقع جنبش اجتماعی رو احیا بکنه، چون به هر حال از جنبش سازم افول کرده بود، این فکر میکردیم که این جنبش میتونه در انتخابات شرکت کنه. اما خب اینو ما گفتیم و دیگه رفتیم کنار. آقای خاتمی هم در واقع ما میگفتیم که آقای خاتمی میتونه محوریه باشه، انت ما که میگفتیم نظر متفاوت، ولی اون چیزی که ناگهان رفت بیرون این بود آقای خاتمی میتونه نقش فعالی داشته باشه، کاندیدا بسازه، کاندیدا معرفی بکنه،
شاید بعضی از دوستان تو فکر میکردن خدا آقای خاتمی بیاد. تا رفت جلوتر و دیدیم که نه این چیزش در نمیاد. اومدن آقای عارف هم اصلا چیز جالبی نبود اونجا و به مردمی که آقای قدیانی اون موقع یه بیانیه داد اونجا عبارتی به کار به اصلاح طلب بدلی و میگفت که من باید در این جریان سیاسی این بعضی از اصلاح طلب ها میخوان نقش کتک خور فیلم فارسی ها رو بازی کنن، یعنی بالاخره فیلمی کتک خور هم لازم داره، اینا میخوان اون نقش رو بازی کنن، این نقش مثلا مفیدی نیست. ولی خب اون چند روز آخر جالب بود. موقعی که من یادمه خب هی حرف بود که آقای هاشمی میاد نمیاد اینا، تلویزیونم پرس تیوی داشت نشون میداد، البته شبکه خبرم شاید نشون میداد اون روز آخری که آقای احمدی نژاد اومد که مشایی رو کاندیدا کنه و حالا همه نگاه میکردن دیگه تلویزیون رو، چه جالب بود که بالاخره این آقای هاشمی میاد یا نه، که یهو اون صحنه ایجاد شد و آقای هاشمی و اصلا جالب بود، همه یه احساس جالبی داشتن و استقبال شد، استقبال شد و خیلی استقبال شد، یعنی اونجا همه یه حس خوبی گرفتن انگاری که بتونه یه کاری میخواد بشه و این ما رو باز معطوف کرد به انتخابات. خب خیلی زود آقای هاشمی در واقع کنار رفت از انتخابات، رد صلاحیت شد و دوباره مثل یه قنچه نوشکفته ما دوباره خمونده شدیم. ولی خب بعد که رفت به سمت آقای روحانی بعضی از دوستان گفتن که خب نه بالاخره میشه با آقای روحانی هم چیز کرد، بعضی از دوستان اونجا گفتن نه ما تجربه داریم با ایشون. نهایتاً ما دیگه بحث به این شد که آیا دعوت بکنیم برای مردم به شرکت در انتخابات، فشارهای هم از بیرون میومد، یعنی توصیه‌ای میشد که این کارو کنیم، جمع‌بندی شد که ما این کارو نمی‌کنیم. بحث شد که در انتخابات شرکت بکنید، یعنی صندوق بیارن و اینها، که یادم مثلا به جز یک دو نفر این کار انجام ندادن، در کل بند 350 دو نفر از بچه‌هایی که در واقع سیاسی بودن و حضور زنده این چه کسانی بودن؟ آره عماد بهاور بود، عماد هم البته به این شکل رفته بود رأی داده بود که نوشته بود به یاد سهراب و ندا و اینها، یه همچه چیزی نوشته بود در واقع رأیش این شکل بود، اونم رفت جز رأی باطله و یکی دو دارم فرم که پیغام داده بودن که ما رأی میخواییم بدیم ولی شناسنامه همون نیست، دیر اقدام کردن. اماد زودتر به جنبندی رسیده بود، گفته بود شناسنامه‌شو بیارن. به ما که گفتم من یه تعبیر به کار گفتم، من والا با دمپایی نمیتونم برم رأی بدم، چون دمپایی نماد زندان دیگه، زندانی تا موقعی که توی محیط زندان حق نداره کفش بپوشه، میخوان شما رو ببرم بعد با دم گفتم من تو زمانی که دمپایی پا من نمیتونم برم رأی بدم. حالا ولی خب پیروزی آقای، من یادم اون روزی که آقای روحانی پیروز شد، خب خیلی برای ما مهیج بود و خیلی جالب بود برام و خوشحال کننده بود، یعنی انتخابات فضایی که شکل گرفت واقعیت این بود که برای ما هم خوشحال کننده بود که بالاخره آقای روحانی یه حرفایی هم به هر حال زده و مهم چیزی که واقعا بیشتر از پیروزی آقای روحانی برای ما خوشحال کننده بود این بود که میشنیدیم که در اون چند روز منتهی به انتخابات و شب پیروزی اعلام پیروزیشون در خیابون شعارهایی داده شد، خب از جمله در مورد زندانیان سیاسی، همون شعارهای جنبش سبز نمیدونم مثلا حسن هم حسین و این چیزا و یاد مثلا آقای میرحسین موسوی دوباره مطرح شد و بحث‌های ایشون مطرح شد. خب از این نظر ما فکر کردیم که بالاخره این تا یه حدی تونست جنبش اجتماعی رو مهیا بکنه. خب آقای روحانی هم هر چقدر که اومد جلوتر حرفای اصلاح طلبانه تری زد دیگه، تا خب بحث برجام مطرح شد، بحث مذاکرات هسته‌ای بلافاصله مطرح شد. ایشون که وارد مذاکرات هسته‌ای شد قبل از اون البته ما یک بیانیه دادیم، یه تبریک به ایشون گفتیم بعد از شنگ به عنوان منتخب ملت
شو تبریک گفتیم و یه نکاتی رو گفتیم که در واقع همون جنس صحبت‌های خودمون بود. و موقعی هم که در جریان مذاکرات بود در زندان، ما یک در واقع ایده حمایت از مذاکرات رو داشتیم و اینکه تحریم‌ها در واقع تحریم‌های هوشمندی که اوباما میگه، اون تحریم‌ها نقض حقوق بشره. من یادم خودم یه مقاله مفصلی نوشتم که در واقع این به چه شکل این تحریم‌ها از نظر نظری از نظر پراتیک حقوقی چرا نقض حقوق بشره، و به فرانسه هم ترجمه شده بود اون موقع که این سایت ها بودشون به انگلیسی و فرانسه رو سایت ها گذاشته بودن اون موقع، و یه متنی هم تهیه شد، یه نامه به اوباما، نامه به اوباما و در واقع دعوت برای اینکه این مذاکرات به سرانجام برسه و اینی که ما از این مذاکرات در واقع انتظار صلح داریم، انتظار داریم که فشارها از روی مردم برداشته بشه و رفع تحریم‌ها بالاخره اگه وضع اقتصادی رو بهبود ببخشه، و برای ضمن اینکه خودش به ماه و خودش نقض حقوق بشر، نقض حقوق اقتصادی اجتماعی مردمه، اما در ضمن به روند دموکراسی خواهی هم ضربه میزنه. برای این فهم کردیم که در این مذاکرات اینم نقشی که ما میتونیم ایفا کنیم. و یادم که مثلا 50 نفر از زندانیا، 50 خورده شاید، خیلی از کسایی که بعداً حرفای دیگه هم زدن و اینا مواضع خیلی متفاوتی کردن، اگه بگردن اسمشون رو پای اون بیانیه ها میبینن. ما چون وقتمون رد شده، ولی یک مقطع مهم از فعالیت نسل شماست که من ترجیح میدم حالا اگر شما یک کمی مختصرتر ولی بهش بپردازیم. بعد از آزادی از زندان، شما و 99 نفر از همنسلانتون که خیلی هاشون هم سابقه زندانی بودن در همین بند 350 یا زندانهای دیگر رو داشتین، نامه ای رو تهیه کردید که به معروف شد به نامه اصلاح اصلاحات، و به نظر می اومد در نسل شما یک اجماعی شکل گرفته برای اینکه یک صدای متفاوتی رو در مقابل آنچه که اصلاحات معمول و شناخته شده بود بلند کنید. اما به نظر میاد خیلی زود شما و هم نسلانتون حتی سر یک پروژه مشترکی به اسم اصلاح اصلاحات دچار تفرقه شدید و اون نامه در محاق رفت. حرفای زیادی هم مطرح میشد از جمله راجع به خود شما. بعضی ها میگفتن مثلا آقای اسدی زیدآبادی جز کسانی است که این پروژه رو به شکست کشون، چون هدفش این بود که مثلا ایشون با نوشتن این نامه عضو شورای عالی اصلاح طلبان بشه، تشکیلاتی که اون موقع در میان اصلاح طلبان وجود داشت، ولی مثلا به جای ایشون اگر اشتباه نکنم آقای عماد بهاور، و حالا الان حضور ذهن ندارم، فکر میکنم عماد بهاور بود و آقای شیرزاد که رفتن در شورای عالی. بله، چی بود ماجرا آقای اسدی؟ اصلا این پروژه شکل گیریش چگونه بود؟ شکست خوردنش شما چقدر مقصر بودین توش؟ ببینید، داستان به این شکل بود که بعد از 96 و پیروزی چشمگیر اصلاح طلبا و اینکه ما هممون دست به دست هم دادیم، پرندازم بگم واقعا ما در سال 96 من معتقدم که رو دست خوردیم از آقای روحانی، و آقای روحانی ما فریب داد در دور دوم انتخاب، در دور دوم، بله، به دلیلی که شون رأی نداشت به اندازه کافی و تندش کرد و رأی گرفت. شما در 96 فعالیت انتخاباتی داشتین؟ آره، کما بیش بعضی جاها میگفتن، مثلا میرفتم صحبت میکرد. یعنی بعد از 88 اولین جاییه که شما دوباره میایید فعالیت انتخاباتی؟ تقریبا. خب اگه خاطرتون باشه 96 خیلی زود به محاق رفت، یعنی اون شور 96 خیلی خیلی زود، یعنی همین که کابینه اومد تشکیل بشه به محاق رفت، و ما در واقع تجربه انتخابات مجلس هم داشتیم، درسته؟ در سال 94، در سال 94 مجلس دهم، مجلس دهم داشتیم، ما اونجا انتخاب داشتیم، ولی بالاخره دو سال ازش گذشته بود. حالا که دیدیم بالاخره اصلاح طلبان مجلس رو سو برده بودن و اینا، ولی دیگه این برده سال 96
حالا اونجا هم در اینکه چه شکلی شکل گرفت لیستا و اینا سخن بسیاره، اما به هر حال این پیروزی خیلی زود در 96 با به ویژه مسئله ترامپ، روکرمانان ترامپ و بازگشت تحریم ها کار خراب شد و یک ناامیدی عجیب شکل گرفت نسبت به جریان اصلاحات به دلیل عمل کردشون دیگه. عمل کرده مجلس با آقای عارف و اینها فراکسیون امید رو شده بود، نوع عمل کرده متفاوت آقای روحانی و چرخشش آشکار شده بود. ما اومدیم این مسئله رو مطرح کردیم که ما در اصلاحات دچار خطاهایی شدیم، حالا که الان تازه برنده شدیم و اینها، ولی دچار خطاهایی شدیم، اینا رو باید اصلاح کنیم و اگر این کارو نکنیم در واقع دی 96 نشون داد که اصلاحات همین جوری که بزرگترین بردش رو آورده در فاصله 6 ماه به یه حضیزی میرسه که خیلی از نظر اعتبار اجتماعی این هشدار لازمه. خب این صحبت ها بود. خب مثلا یه نقدایی ما میکردیم، میگفتیم که بالاخره اینی که این چه شد که در اینم در آستانه شکلگیری یک شورای عالی جدید بود که خب ما اصلا بحث من که اصلا معتقد نبودم به شورای عالی، چون میگفتم که در واقع شما یک نسلی از بعد از دوره آقای روحانی متاسفانه اصلاح طلبی یه واژه دیگه خیلی گله‌گشادی شد، یعنی هر کس که مثلا در هفته باشه از کنار آقای خاتمی رد شد میگفتن اصلاح طلبه، چون میخواستن برن پستا رو بگیرن و اینها، اصلا مبتذل شدیم. اون که واقعا ما میشناختیم به عنوان اصلاح طلب متفاوت بودن با اون چیزایی که خب خیلی اومدن از این اعتبار استفاده کردن و دوشیدن این، یعنی مشکل ما این بود که آقا یک اعتباری برای شما ایجاد شده، شما که در سال 86 با همه کبکب و دبدبتون اومدین، یاران خاتمی، عکس آقای خاتمی، یاران باران، همه چیز شکست خوردین. در سال چی شد که در 88 مثلا یه سال خورده دیگه یهو این اقبال بهتون ایجاد شد؟ پس شما نبودین و بعد از 88 این اقبال بهتون ایجاد شد و شدین هر کسی که تو زندان هر چیزی میگفتید مردم قبول میکردن، اعترافات تلویزیون میکردید مردم براتون گریه میکردن، یه اقبال خیلی چیزی شده بود دیگه. سرمایه سیاسی، این سرمایه سیاسی محصول مقاومتیه، محصول عملکرد آقای موسویه، محصول عملکرد آقای کروبیه، این یک جنبشیه اینا، وگرنه شما که چیزی نداشتید اون جریان کلاسیک. خدا خب اینا همه این اعتبار و اینا رو هی ذره ذره مصرف کردن پای هر چیزی و اجازه در واقع به نسل‌های جدیدتر ندادن که اینا هم در واقع بتونن سیاست ورزی کنن، خیلی از مسائلی که مطالبات رو پیش نبردن. و خب یه ایده‌ای وجود داشت که بعد از انتخابات مجلس دهم خیلی چیز شد، معلوم شد در آستانه انتخابات مجلس دهم همه میگفتن که آقا شما یه چوب بذارید در مجلس چیکار دارید، اصلا کاندیدای خوب داریم یا نه؟ نمیدونم یادتون هست که در واقع اصلا لیست امید چجوری بسته شد، هر کس میومد میگفت آقا من شریعتی خوندم، میگفتن بیاد، چون نمیشناختن که افراد مصاحبه میکردن کی فراخوان داده بودن. ایده این بود که آقا یه چوب خشک شما بذارید در مجلس بهتر از پایداری چیاست. این ایده غلط بود. چرا؟ چون که اون چوب خشک شما نمیشناسیش، اون چوب میاد در مجلس رو کرسی میشینه، میشه نماینده مجلس، ریشه میدونه، فساد میکنه، بعضن ارتباطات، قدرت فقط نمیتونی کنترلش کنی، کارهای عجیب غریب میکنه و بعدم بعد 3-4 سال هم میگه انا رجلون دیگه، یعنی من نماینده مجلسشون بودم دیگه، حالا من بعد بیام در شورای عالیتون و برای اصلاحاتتونم، برای جریانتونم. خب این برای ما قابل تحمل نبود، زمینه که اصلا داشت کار به جای آدم های اصلا عجیب غریب تری کشیده می شد. ما یادمه این بحث اصلاحات بسن یک دو توییت کرده بودیم، بعد بین من و عماد بهاور و علیرضا خوشبخت و بعدا آقای حسین نورانی‌نژاد و مهدی شیرزاد و اینا شکل فکر من بچه‌ای که فکر می‌کردن خوش فکرن و با هم دیگه هی مثلا جای مختلف حرف زده بودیم، بعد اومدیم اینو
کاسش کردیم و نشستیم روی صحبت کردیم، همه موافق بودیم که این شورای عالی اصلاحات به این شکل حتما باعث آبروریزی اصلاحات میشه و دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. اینا خودشون متوجه نیستن، ما باید بیایم اینو بگیم. و دو تا محور هم داشته که اینه که اصلاحات دوچار نقص گفتمانیه، گفتمانش تویی شده، و دو اینکه مشکل تشکیلاتی داره. هر دو تا اینا هم در واقع بیاید از این آستانه اینکه میخواد شورای جدیدی شکل بدید بریم کنار. حرف منم به طور مشخص بود که مثلا تیپ آقای عارف رو باید برن حتما برن کنار تا بشه دوباره مردم رو عبود پای اصلاحات ما، چون به حال اینا همون ایده هایی مطرح میکنن که مردم بریدن ازش و به ویژه جوانان. و پیشنهادی هم داشت اون نامه و اون بحث این بود که یک هسته جدی از اصلاح طلبان جدی و اصیل، اونایی که مقاومه، اونایی که نمیخوان دنبال پست باشن، اینا شکل بگیره و در واقع این رهبری بکنه جریان اصلاحاتو و فاصله ایجاد بشه به طور جدی با دولت آقای روحانی و همون کار در جامعه انجام بشه. خب این ما نشستیم سر همینا توافق کردیم. یه متن ابتدایی آقای نورانی نژاد گفت که من دارم، چیزایی بحث کردیم شون آورد، بعد اون متن رو گرفتیم، آقای خوشبخت دور بازنویسیش کرد، چیزایی ما اضافه کردیم، با هم صحبت کردیم و در اون متن به طور مشخص برای اینکه این حس سهم‌خواهی پیش نیاد ما یه جمله‌ای نوشتیم. نوشتیم که چون اونجا بحث بود که احزاب در شورای عالی نمایندگان باشن، گفتیم ما یه سری از حزب ها که حزب نیستن، یه کسایی هم به عنوان چهره‌های ملی. ما به طور مشخص اونجا به پیشنهاد خود من هم بود نوشتیم که به نظر ما، عدد آوردیم، ما هیچ چهره زیر 50 سالی نداریم که این در حد چهره ملی باشه. این حرف خودمون بوده، آقای لبنان خودمون بود. یعنی اینجا ما این پیغام میدیم که ما نمیخوایم اصلا بیایم. ما میگیم که کسی که اگه واقعا چهره ملی، گروه 7 8 نفره هستن، اسما معلوم بود، بالاخره اینا بیان. خب این نامه اول قرار بود با یه جمع کوچیکتری چیز بشه، بعد دیدیم که نمیشه، خیلی‌ها میخوان امضا بکنن، اینو امضا گرفتیم. البته مثلا آقای نورانی نژاد آخر سر گفت من امضا نمیکنم. بعد چرا؟ مگر خودش جزء نویسندگان متن نامه؟ آره، جزء اون هسته اولیه بود. ایشون گفت نه، مثلا من موقعیت حزبیم جوریه که اینو مثلا نباید امضا. و بعد رفتیم و این منتشر شد، خیلی بازتاب داشت و خیلی خوب در این دیده میشد و حرف ما شنیده شده بود. در جریان بالاخره بزرگترا این بود که حتی ما خیلی تاکید داشتیم که جوانان اصلاحات، ولی خب تیپ جوانان بودن دیگه، این 100 جوان اصلاحات نبود، 100 نفری بودن که حالا بیشتر جوان بودن. اینا به دست ها افتادن که خب اینا رو بالاخره باید چیز کنیم و اینا انتقاد کردن و بیایم رسیدگی بکنیم. ما طبق معمول به این راه حل رسیدن که آقا بالاخره چهار تاتون بیان اینجا بشین، شما هم درست میشه دیگه، شما این حرف ما در که واقعا این حرف ما نبود. بعد از اونجا هم، بعد از اون جریان من مخالف هر گونه فعالیت جمعی بودم، چون گفتم دیگه ما یه جمع کوچیکی بودیم، الان 100 نفر امضا کردن، ما اگه ما دیگه نمیتونیم اونها نمایندگی کنیم، این دیگه جریانیه که بعد بعداً به شکل دیگه ای بشه. بنابراین نرید این ور اون ور بشینید مثلا به نمایندگی از اینجا، هم که متاسفانه رفتن، صحبت هم کردن و این هم خیلی سوء تفاهم ایجاد کرد توی بقیه. واقعیتش اینه که بله، مثلا به خود من هم اومدم گفتم، من در جلسات منزل آقای عبدالله نوری شرکت میکردم، کار سیاسی من اون بود، تنها جلساتی که میرفتم 3-4 سال بعد از آزادی، و اونجا آقای امینزاده رو دارم. آقای امینزاده خیلی نقش داشت در شکل گیری شورای عالی و خیلی پایین کار بود. من یادم ایشون به چند نفر مو گفت این بحثا چیه و صحبت کردیم و گفت من از شما میخوام که کاغذ بدیم اسم چند تا جوون رو بگید که مثلا میتونن در این چیز باشن. یادمه که عماد بود، من بودم، عبدالله بود، تو بهار هدایت بود، یه موقع کوتاهی اونجا آمد. من گفتم من نمی‌نویسم هیچ، من هیچ اسمی به شما نمیدم.
این چهار نفری که گفتید همه جزء امضا کنندگان این نامه بودن؟ و از اعضای اون جلسه هم بودن. خب یه جلسه مفصلی بود، فکر کنم هنوزم پاورجاست که دیگه من نمیرم، از همه احزاب خیلی نسبتا همه چهرهای شاخص میمونن و بحثای جدی اونجا شکل میگرفت، یک گره مهم. و اونجا من گفتم من هیچ چی نمینویسم برای شما، چون مینویسم براتون که چون بحث اون که مثلا چهرهای شاخصی که شما میگین به عنوان ملی هستن و هسته هست، مثلا آقای نوری نمیدونم چی، تاج‌زاده فلان، آقای حجاریان باشه، آقای صفای فرانی باشه، اینا خب مثلا خوبه، اینا پای کارن، ایده دارن. ولی جوان ها من هیچ اسمی به شما نمیگم، چون که اصلا معتقد نیستم ما استراحتا هم نوشتیم. دیال بقیه دوستان هم نمیدونم چی نوشتن، که حتی آقای امینزاده به واسطه که خب رفاقتی که ما در زندان داشتیم، خب خیلی نزدیک بودیم با هم دیگه، از من دلخور شد که حتی تو اگر این تو اگر آقای خاتمی هم بهت بگه بیا تو هم شده، نمیگفتم نه نمیام، ولی اگر یه روزی شما بشی بیای و خودت کار واسطی، من پشت سر شما میام. ولی آقای خاتمی، این تو آقای خاتمی هم گفتم نه من چیزی ندارم، وقتی که میدونم این مسیر اشتباهه چرا باید انجام بدم چیز تکراری رو، که یه وقت دلخوری هم پیش اومد. و بعد ما دیگه رفتیم و در واقع این تلاش ها منجر شد به این که ما واقعا ناگهان توی جلسه ای که جلسه تلخی هم بود، من یادمه که نشسته بودم با همین بچه هایی که در واقع همین گروه هسته اولیه، گفتم یه سری خبرها هست و این سری آدم سری شایعات میشنوه که مثلا فلانی چی شده و اینا، و چقدر بعد یه افتادن دنبال اینکه فلانی بیاد و اینا، که اونجا بچه‌ها گفتن که نه یعنی خودم داشتم توی گوشی نگاه می‌کردم خبر اومده که مثلا چهار نفر از جوانان مثلا به شورا رفتن، و ما متوجه شدیم که مثلا دوستان یه مسیر دیگه ای رفتن. اولا یک من که واقعا دنبال از اولام به دوستان گفتم من دنبال جنبه سلبی قضیه بودم، فکر می‌کردم که این شورالی نبودش بهتر از بودش، ولی حالا دوستانی هم جنبه ایجابی هم داشتن، گفتن که نه اصلا تغییر ایجاد بشه و اینا، ولی هیچ کس دنبال این واقعا نبود که خودش بره. ولی خب ظاهرا دیدگاه عوض شد و بعد خب اونجا حداقل برای من خب خیلی چیز بود، تلخ بود که همچین چیزی مثلا دوستانمون انجام داده باشن. و خلاصه رفتن و در واقع در کنار همونایی قرار گرفتن که ما منتقد حضور همون آدما بودیم، با همون هم سلفی گرفتن. ولی اونجا واقعا جایی بود که ما میتونستیم، و شما اگه برید به اون لیست 100 نفر نگاه بکنید، بالاخره اونای الان ببینید اون آدما کجا فوش میدن به اصلاح، نمیدونم اصلا مسیرهای دیگه ای رفتن. بالاخره اون آخرین جایی بود که ما تو متنم هست، بعد از این اگر این کارا رو نکنید دیگه ما نمیتونیم با این اصلاحات بیایم جلو، این دیگه توقع چیز نباشه بعد از این، یعنی در واقع یک اتمام حجت بود و اتمام حجت به خود جریان اصلاح طلبم بود، به بزرگان جریان اصلاح طلبم بود که آقا این داره تموم میشه، شما یک برد بزرگ رو به بازنده ترین حالت دارید میرسونید، و رسوندن و بالاخره شدن چه شد. یعنی اینجا نقطه ای که آقای حسن اسدی زیدآبادی از قطار اصلاح طلبی برای همیشه پیاده میشه؟ تقریبا آره، در همین مقطع بود که البته خب قبل از اونم در جلسات منظر آقای نوری، خب من همیشه نقد میکردم، گفتم که آقا این داره خراب میشه، اینی که شما فقط افتادین دنبال این که اگر فلان فرماندار زمان آقای خاتمی رفت توی فلان روستا مثلا شد مدیر کل، میگین اصلاحات رفت جلو، اگر پست نگرفت میگین اصلاحات رفت عقب. بابا اصلا اینجوری نیست، بیاید نمیدونم تو مبارزه با فساد تو چی میشه کلی کمپین را انداخت و فعالیت ایجابی کرد، آقای روحانی داره مسیر دیگه ای رو میره، ما باید جدا بشیم. و خب اون موقع بحثای هم مثلا در شب مثلا من در جایی هم مثلا مصاحبه های تصویری هم مثلا داشتم و اینا، موقع هم میگفتم خب آقایان خیلی از من دلخور بودن و بعضی موقع هم خب
با عبارات تندی هم مثلا اون جلسات مواجه میشد تا این رسید به ولی خب در واقع آقای نوری همیشه لطف داشت و میگفت حتما بیا تا رسید به ماجرای آبان و حالا در آبان هم که اون ماجرای نامه 77 نفر و بعد حالا اون چون که تاریخ انقضاش هنوز نگذشته تاریخ سیکرت بودنش نگذشته اما بعد ماجرای هواپیما ما وارد بعد از این ماجرا و ترور سردار سلیمانی ما وارد جلسات که شدیم خب گفتیم آقا این خیلی وضعیت عجیبیه شما گفتیم که نه یه سری از آقایون اصلاح طلبا با یک شور و حالی از این که نمیدونم ایران زد پایگاه آمریکایی رو ترکوند و چقدر اقتدار و فلان و که من اونجا گفتم مثلا خیلی ما دیگه داریم از هم فاصله می‌گیریم این قضیه این حرفا قضیه بعد از ماجرای هواپیماست آره گفتیم این قضیه هواپیما این آغاز یک پایانه یعنی دیگه شما اصلا نمیتونی روی چی حساب کنی اصلا دیگه نمیشه حرف از این چیزا زد شده جدی یعنی یک مسیر جدی دیگه خواهد رفت سیاست و خب میگم اونجا خیلی بحث شد و بحث های ترخی هم شد مثلا شما مثلا من متهم شدم که تو اصلاح طلب نیستی یکی میگفت که تو آب نمیبینی وگرنه شناگرهای خوبی هستی نمیدونم یعنی حرفا که خلاصه ما اونجا گفتیم آقا سلام نهایی اصلاحات اینم برای شما چیزی ولی تش نمونده شما نمیخواید باور کنید بفرض که یه جریانات دیگه کامل رفته بودن به سمت اینی که حتما ما باید یک عذرخواهی دست جمعی مثلا از بالاترین مقامات بکنیم تا بتونیم دوباره از این چون مرزبندی بکنیم از این فکر کنم در آستانه انتخابات مجلس 11 هم هست این بحثا آره دیگه آره انتخابات آره دیگه 98 و دیگه بعدش هم که دیگه من دیگه از همون جلسه بعد از اون که اون جلسه هم خب میگم تلخ شد با چیز اومدم بیرون تا مثلا مهندس نووی هم گفت نه رو گفتم نه دیگه خلاص ما دیگه از اونجا اومدیم بیرون و دیگه بعدش هم هیچ چیزی نداشتیم ولی خب تلخیش این بود که خب حرفم پشت سر شخص من زیاد زدن دیگه که این هم می‌خواسته بره تو شورای در حالی که اصلا من اصلا می‌خواستم برنامه سیاسی بود که اون فکر می‌کردم این ساختار ایراد داره کما اینکه دوستانی هم که بعداً فکر می‌کردن که این ساختار بالاخره خوبه میریم توش اصلاحات انجام میدیم دیدن که کار نکرد دیگه همه طرحایی هم که دادن کار نکرد چون که اصلاح طلبا نمیخواستن به دموکراسی تن بدن و کار نمیکرد این قضیه به هر حال من گفتم اصلاح طلبی به یه جایی رسید جریان مثلا چه طایفه اصلاح طلبی شما میبینین که نامهای خانوادگی عوض نمیشه نامهای کوچیک عوض میشه این که شما میخواید جریان فراگیری باشید نمیشه با این قبیله گری و این شرایط این شکلی و بالاخره دیدید که چندین بارم تراش شد ولی این شورای عالی که تشکیل شد حداقلی ترین کارش این بود که بتونه یه لیست برای مجلس بده برای اونایی که هم نتونست بده اگر نسل بعد از شما بعدها که میگم حتی آینده دور رو نمیگم در همین سالها تاریخ 20 سال اخیر کشور رو بخونه و نسل شما رو یعنی نسلی که به عنوان جوانان اصلاح طلب شناخته می شدید ولی همچنان که بارها در این برنامه تاکید کردم امروز در آستانه میانسالی هستید شما را مورد نقد و سرزنش قرار بده که عدم استمرار اون مطالبه گری که در نامه اصلاحات داشتید در واقع شاید منجر به فرصت سوزی های بعدی در تاریخ فعالیت های سیاسی و اجتماعی کشور شده چه پاسخی دارید بهشون بدید؟ نمیدونم اصلا واقعا برای نسل بعدی چقدر مهم باشه ولی شاید از این من اون بس اتمامم من برای خودم همون موقع هم روشن بود که اینا این کارو نمی کنن واقعیت
و اینا یعنی دوستانی که با شما نامه را امضا کردن؟ نه، در واقع این قبیله اصلاحات، اینا تن نمیدن به اصلاحات، اینا تن نمیدن به اصلاحات. خب چرا به این فکر نکردید همون رو تبدیل به یه حرکت جمعی ادامه دار بکنید؟ کردیم دیگه، کردیم و روند تحولات دیگه خیلی، و وقتی دیدیم که خب دوستان خودمون مسیر دیگه ای رفتن دیگه واقعا سخت شده بود. اما من فکر کنم نسل بعد یه چیزایی رو در مورد ما متوجه باشه. ما نسلی بودیم که برنامه شما تنگناه، ولی ما همش در تنگ جا بودیم، جامون تنگ بود همیشه. من نگاه میکنم شما ببینید از انقلاب ما برآمده از شکست بودیم، یعنی ما موقع فعالیت سیاسیمون، گل فعالیت سیاسیمون با یه شکست شروع شد، با یه سرکوب شروع شد. و شما میدونید مثلا انقلاب مشروطه پیروز میشه، یه نسلی از بالاخره آدمای سیاسی و چه میدونم این چیزا رو آدمای شروع میکنه. همینجوری میاد مثلا میبینید که پروژه جبهه ملی مثلا دکتر مصدق و جبهه ملی به یه پیروزی در یه مرحله میرسه، و اون جریانی که بالاخره از تحصن مجلس شروع میشه تا میرسه به گرفتن مجلس، اقلیت، بعد نخست وزیر و اینا، در این حین خب اینا همه تولید، یعنی با کامیابی های مواجه هست که در کنارش فعالیت سیاسی ایجاد میشه. شهریور 20 هم همینجور فعال سیاسی تولید میشه، درسته اونا هم بعدا سرکوب میشه. میایین در انقلاب شما همین دوستان اصلاح طلب نگاه بکنید، خب اینا چجوری سیاست، یکی از مشکلات اصلاحات میدونید چی بود؟ این بود که ما فرق بین ما اصلاح طلبان فعال سیاسی داشتیم، اصلاح طلبان کارمند داشتیم. خب اونجا اصلاح طلبان بوروکراتیک که بعدا دامنگیر شد. خب کسی که سیاسی شدنش این بوده که تو 20 سالگی، تو 22 سالگی رفته شده وزیر و وکیل و استاندار و اینها، خب این که کاری نکرده که، این نمیتونه خارج از قدرت سیاست ورزی بکنه. میدونی چرا؟ اینی که هی زور میزنن سر اینکه آقا اصلاحات جامعه محور و پیش نمیره، فقط حرف میمونه. میدونی چرا؟ چون بلد نیستن، چون نکردن. خب اینا مدیر کل بودن و اینا، باش هم یه دوره هم ازشون گذشته، خب فعالیت سیاسی کردم. فقط موقعی که مدیر کل باشم میتونم فعالیت سیاسی کنم، موقعی که نه. ولی خب جنبش دانشجویی اینجوری نیست. جنبش دانشجویی با یاد میگیره که از اول بعد بری وسط حیات دانشگاه، آدما رو ببینی، باشون حرف بزنی، کسی بهت پول نمیده، بعد پول تو جیبت بذاری، کاغذ بخری، اعلامیه پخش بکنی، فلان بکنی، بعد اینجوری کار بکنی. این بود که یکی از مشکلات اصلاح طلبان اینه. خب به هر حال یه نسلی هم بعد از انقلاب از این با این رانت انقلاب شدن فعال سیاسی، که حالا به قول چیزی که میگه هنوز هم ولکن نیستن، فارغ از این که واقعا چقدر وقتی آدم نگاه ما هم واقعا اشتباه، ما نسل ما اشتباه کرد که نگاه نکردیم به سابقه این آقا، بی تجربه بودیم. کسانی که واقعا بزرگترین ضربه ها رو زدن به ملت ایران توی مقاطع مختلف، حالا جوان بودین که جوان بودین، خب ما بالاخره با اینا چیز شدیم. ولی حتی اصلاحات، یعنی بالاخره جنبش اصلاحات هم که پیروز شد، 8 سال یا چند سال از درونش باز کسانی فعال سیاسی شدن، خب نسلی به هر حال پدید آورد. درسته ما هم تیپ ماها و اصلا کسی از من بزرگتر یا از کوچکتر از همون، ولی ما دیگه جایی که واقعا مثلا من در 88 من 27 سالم، اون جایی که به گل کار سیاسی ما رسید، ما با شکست مواجه شدیم، با یک سرکوب، با یک شکست، و باید از اینجا شروع میکردیم. بنابراین ما فرزندان زمانه شکستیم و ناکامی. اگر فرزند شما تصمیم بگیره که تبدیل به یک کنشگر سیاسی یا مدنی بشه، شما با این تجاربی که دارید و
میشه گفت هزینه های زیادی که پرداخت کردید، چه احساس و نظری دارید؟ به هر حال من خودم میپسندم که آدم دغدغه های غیر شخصی و غیر منفعت شخصی داشته باشه. این خیلی پسندیده، امر پسندیده ایه که آدم دغدغه های غیر شخصی داشته باشه و یک آرمانی رو ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم، برمیگردم به سوال اول، اینه که ما به شدت داره در جامعه ما آرمان گرازدائی میشه، آرمان زدائی میشه. آرمان به عنوان یه چیز بد داره جا میفته، توجه میکنید؟ همه چی رو دارن از ما دارن میگیرن، قهرمانان ملی ما رو دارن تخریب میکنن، روشن فکر ما رو دارن. ولی هر کسی ایراد داره، عدالت داره تحقیر میشه به عنوان چیه کمونیست بازی، آزادی داره یه جور دیگه. شما میبینید جریانی که از یک نوع از هر دو طرف سلطانیسم کیف میکنه و کسانی که هی بر این طبل توسعه بر مبنای دیکتاتوری دارن میزنن از طرف های مختلف، یا بالاخره ضد آرمانن دیگه. ما آرمان زدایی که داره میشه، بالاخره اگه کسی این نیازه برای اینکه واقعا یک کشوری توسعه پیدا بکنه، به دموکراسی برسه، جامعه بی آرمان خیلی بد. شخصیت محبوب شما در تاریخ معاصر ایران و جهان چه کسی؟ خب واقعا ما همیشه متاثر از خودم، واقعا شخصیت مورد علاقه هم دکتر مصدقه، به دلیل اینی که خب ایشون از اون جایگاهی که میاد، یک جایگاه کاملا سنتی نظام قاجاری و اینهاست، اما سیاست ورزش رو میاره با مردم انجام میده و این خیلی مهمه. و یکی از شاید ظلمهایی که در حق این شخصیت میشه اینه که با نفت خیلی پیوند میخوره، در حالی که دکتر مصدق درست اون پروژه سیاسی نفت پروژه ده. ولی اصل و مبنای کارش مطالبه انتخابات آزاد و دموکراسی هم. چه از 1305 اون تأکیدی که بر روی این داره که بعد حاکمیت قانون و دموکراسی، یعنی این دوتا چیزی که واقعا شما همیشه در دکتر مصدق این چیز رو میبینید به عنوان یه حقوقدان. که و در این حال که یک حقوقدان دکتر مصدق اینه که به مفاهیم کار داره، نه به قوانین و موازینی که مذاری، یعنی وقتی که میگه حاکمیت ملی اونو تقلیل نمیده به اینکه بگن خب تو حالا الان در این حد مثلا بالاخره مجلس رو که نمیشه، نه، اگر ما باید به مفاهیم واقعی پایدار باشی، یعنی پایبند باشی. دکتر مصدق این شکلی، یعنی واقعا به در قید و بند اینی که یک کسی هم بخواد بهش بگه تو که مجلس رو مثلا منحل کردی، تو ضد دموکراسی، حرفایی که میشه الان دیدی میان میگن اون کاغذ که بهش داد مثلا، نه، اون واقعیت و روح زمانش و پایبندیش به اون جنبشش که رهبری میکرد و پذیرفتن رهبری اون ارزشمنده و این برای من مهمه. یک کتاب به مخاطبان تنگنا پیشنهاد کنید. کتاب که خب مختلف، ولی چیزی که بخوام بگم کتاب آقای علمداری، کاظم علمداری، چرا غرب پیشرفت و ما عقب ماند. یک فیلم یا سریال به مخاطبان تنگنا پیشنهاد کنید. خب بگم بازم فیلم که زیاده، ولی یه چیزی بخوام بگم که شاید به نظر من سینما، یعنی اون هنر سینما توی فیلم های آنجوروپولوس و به ویژه چندهزار گریان خیلی سینما، یعنی آدم میتونه واقعا از یک هنر خالص سینما لذت ببره. یک قطعه یا آلبوم موسیقی به مخاطبان تنگنا پیشنهاد کنید. یک قطعه خزان مال استاد مرحوم استاد مشکاتیان و یک کار آقای شجریان که زندگی میکنیم باشه، و ولی خب اون قطعه سر و آزاد که خود آقای مشکاتیان میخونه و
ستار میزنه اونم کمتر شنیده شده یه، ولی خب فوق العاده. سپاسگزارم از همراهی شما همراهان تنگنا با این برنامه، سپاسگزارم. پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد تا سپید دمانی دیگر. سبز باشید و پایدار.